همراه میشیم با همکارم علی رزا محبی از ملبورن علی رزا به نظر میرسه که روابط چین و استرالیا بار دیگه وارد یه دور جدیدی از تنش شده چه جزئیاتی از دلیل نارضایتی جدید پکن از کشورهای غربی داری و این بیانیه پانزده کشور چه واکنشی رو از سوی چین به همراه داشته تناز علا رقم تلاشی که دو کشور استرالیا و چین دارن برای بهبود روابط خودشون انجام میدن بار دیگه یک موضوع چالش برانگیز باعث شده تا روابط کامبرا و پکن وارد دور جدیدی از تنش بشه ماجرا هم برمیگرده به روز سهشنبه 22 اکتبر برابر با اول آبان ماه جایی که 15 کشور جهان از جمله استرالیا، آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان ژاپن، نیوزیلند و بریتانیا در بیانیه مشترکی که توسط آقای جیمز لارسن سفیر و نماینده دائمی استرالیا در سازمان ملل به نمایندگی از این 15 کشور ارائه کرد نسبت به وضعیت حقوق بشر در سینکیانگ و تبد در کشور چین ابراز نگرانی کردند در این بیانیه با اشاره به ارزیابی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در حقوق بشر سازمان ملل درباره نقض جدی حقوق بشر در سینکیانگ و و سطح درگیری دستگیری های خودسرانه و تبعیض آمیز مسلمانان اویغور و دیگر, دیگر های مسلمان در سینکیانگ آمده که چین فرصت های زیادی رو برای پرداختن به نگرانی های حقوق بشری سازمان ملل داشته اما در عوض پکن ارزیابی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل رو غیرقانونی و بی اعتبار توصیف کرده 15 کشوری که این بیانیه مشترک رو منتشر کردن از چین خواستن تا به تعهدات حقوق بشری بین المللیش پایبند باشه و تمامی توصیه های سازمان ملل از جمله توصیه های کمیسیاری عالی حقوق بشر مبنی بر آزادی تمام افرادی که به طور خودسرانه در سینکیانگ و تبت بازداشت شدن رو اجرا بکنه به علاوه اینکه از چین خواسته شده تا اجازه دسترسی آزاد و معنادار رو به ناظران مستقل برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در سینکیانگ و تبت صادر بکنه طبیعی بود که چنین بیانیه مشترکی از سوی این 15 کشور از جمله استرالیا و آمریکا چین رو خشمین کنه بخواد به اون واکنش نشان بده عصر چهارشنبه 23 اکتبر برابر با دوم آبان ما آقای لینجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که استرالیا ایالات متحده و تعداد انگشت شماری از کشورهای غربی به دلیل تعصب ایدئولوژیکشون و منافع سیاسی خودخواهانشون رویارویی رو در بسترهای چند جانبه ایجاد کردن آیلین جیان در پاسخ به سوال شبکه تلویزیون ملی سی سی تی وی چین در خصوص این بیانیه مشترک گفت که استرالیا مدت با نجات سیستماتیک و جرایم ناشی از نفرت مواجهه حقوق پناهندگان و مهاجران رو به شدت نقض کرده و مردم بومی رو در شرایط زندگی آسیب پذیر قرار داده و سربازان استرالیایی در افغانستان و سایر کشورها در جریان عملیات های نظامیشون جرایم فجی مرتکب شدند. سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه واکنش خودش اضافه کرده که این کشورهای غربی چشمشون رو بر روی مسائل جدی حقوق بشری داخلیشون می‌بندن اما در این حال انگشت انتقاد رو به سوی سایر کشورها نشون میدن پاسخ وزارت خارجه چین بعد از اون مطرح شد که آقای فوکونگ سفیر چین در سازمان ملل استرالیا و متحدان و شرکای اون رو متهم کرد که با استفاده از دروغها به تحریک درگیری ها میپردازن البته چین در دفاع از خودش تنها نبود پاکستان که دریافت کننده عمده کمک های مالی چینه بیانیه مشترکی رو به نمایندگی از 80 کشور ارائه داد و اعلام کرد که هر گونه مسائل مربوط به سینکیانگ و هنگ کنگ و مسائل داخلی چین هستند این دور جدیدی است از تنش میان است. استرالیا چین باید دید به کجا کشیده میشه ممنونم از توزیاتت علیرضا محبی همکارم از ملبورن